مراسم اگزایل کان و رونمایی از بازی پس آف اگزایل 2، مهمترین رقیب بلیزارد و مهمترین رقیب دیابلو 4 دیشب بالاخره بهمون معرفی شد. سلام، من فورتین کی هم و اینجا کانال ورد آف وارکرافت فارسیه. امروز توی این ویدیو میخوایم در مورد گیم پس آف اگزایل 2، یکی از مهمترین رقیب های دیابلو 4 صحبت کنیم که یکی از مهمترین موقعیت های کسب درآمدیه که شما خیلی بهش علاقه دارید. پس حتما ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید. یه گیم جدید دست نخورده براتون آوردم که بریزید توش آباد کنید. Let's go. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. به نفعت این ویدیو رو لایکش کنید. هر کی این ویدیو رو لایک نکنه پارش میکنم. بچه ها این لایک نکرده پارش کنید. خب بچه ها، اولش توضیح خیلی کوچیکی بدم. اگزایل کان یه مراسمی مثل بلیز کان که میان خب گیمایی که تو آینده دارن و برنامه‌ای که در آینده دارن رو معرفی میکنن. بازی پس آف اگزایل هم یه بازی خیلی شبیه دیابلو ولی نسخه مجانیش و نسخه خفن‌ترش اگه از من بپرسید. و یه جورایی میشه گفتش که این پس آف اگزایل جدیدی که داره میاد میزنه کل کاسه کوزه های بلیزارد رو به هم میریزه و گیم دیابلو 4 رو میکنه تو آشغالی. البته دیابلو 4 همین الانش هم تو آشغالی هست. اگه شما برید تو اینترنت سرچ کنید کلی ویدیو میبینید که آقا چرا دیابلو به هم ریخته، چرا کسی دیابلو بازی نمیکنه، چرا دیابلو شت شده. یه تایمی که عرضه شد بازی خیلی خوب بود ولی الان دیگه ریدمان بزرگه. یه مسئله خیلی بزرگی دیگه هم که باید بهش اشاره کنم اینه که آقا از دیابلو 4 پول آنچنانی نمیشه به دست آورد، کسب و درآمد خاصی نداره. تنها مسئله کسب و درآمدیش مسائل بوستینگ توی بازیه. خود گلد تو بازی، آیتم های تو بازی رو شما خیلی خرید و فروش نمیتونید بکنید و بفروشید. ولی توی پس آف اگزایل بچه ها که هم گیم مجانیه هم شما میتونید آیتم های توی بازی رو خرید و فروش کنید، کارنسی بازی رو بفروشید، پول در بیارید. پول خیلی زیادی میشه از این بازی به دست آورد تا جایی که من متوجه شدم و میتونید برید حالش رو ببرید. حالا این گیم پس آف اگزایل که شبیه دیابلوه میشه ازش پول در آورد و خیلی خفنه، دیشب اومده یه مراسم اگزایل کام برگزار کرده و دو تا چیز خیلی مهم رو بهمون معرفی کرده که دو تا موقعیت کسب درآمدی پشم ریزونن. اولیش پس آف اگزایل 2 که از سال 2019 بهمون معرفی کرده بودن و بالاخره دیشب بهمون گفتن که کی قرار ارزشه. و نکته دوم در مورد لیگ یا اکسپنشن جدید همین پس آف اگزایل یکی که الان رانه که دو سه هفته دیگه میاد، اونم یه موقع کسب درآمدی پشمیزونی برای خودش داره. بریم اول از همه آقا تریلر جدید پس آف اگزایل 2 رو با هم ببینیم اصلا چه خبره، چی به چیه، کی به کیه، چه اتفاق قرار بیفته. ویدیو بکن دیو بکن. خب بچه من تریلر پس آف اگزایل 2 که دیشب اومده رو پلی میکنم با هم ببینیم. حتی یه توضیح هم بدم اولش، من چون خودم پس آف اگزایل پلیر نبودم و تا حالا بازی نکردم و جدیدن دارم میرم تو کار کانتنتش، شاید یه سری جاها رو اشتباه بگم چون واقعا اطلاعات خیلی زیادی ندارم، تازه دارم اطلاعات جمع میکنم. ولی حاجی بازی تم دارک آخر زمانی خیلی خفن داره، انگار تو جهنم یا برزخی. من که خیلی حال کردم باش. این زنای سیکسی هم باید بیارن تو بازی که پلیر زیاد شد. شما همه حشری هستید. I will end it and no exile will stop me. ویچ بچه داره کلاسشو نشون میده. رانجو دوئلیست شادو تمپلار موردر واریر هانترز sources mercenary hungry monk fucking druid before رو بچه بر فور druid خیلی خفنه اوجی. holy shit boss اوجی چه بوسی طراحی کردن ناموسن. سلام اوجی چقدر خفنه. ببین این طراحی که همچین باسی خیلی خفنه اوجی. باسش از نظر سیستش رو میگم و سیست و قیافه باس رو نگاه.
خیلی خفن اوجی. ببین گیم پلیشو از بالا نشون میده، خب اکشن آر پی جیه ولی خیلی واقعا گیم پلی خفنی داره. من خودم طرفدار این بازیه که از بالا نشون میده دوربینش نیستم، ولی این خیلی خفنه. نگو چه موجوداتی، چه کلیپای، چه ام پی سی هایی طراحی کردن اوجی. واقعا بازیش یه حس جهنم و برزخ رو بهتون میده. او تا آدم دستش چه کله آدم ها رو کند هشمه تو بود چه بوسی بودی. این کلاس جدید مون که بچه اینجا رو چه باس فایت هایی داره خدا گرافیک بازی هم عالیه، حرف نداره، یعنی بشاش رو دیابلو 4 چه گرافیکی. 100 تا منطقه جدید و 400 تا مپ جدید، 600 تا مانستر جدید، هیولای جدید، لاس دیابلو نمیسه پس آف اگزایل 2ه بچه ها، 100 تا باس جدید طراحی شده. چقدر باس خفنه اوجی، چقدر طراحی باسشون خفن خدا وکیلی. 1500 تا پسیف اسکیل یا ابوالفضل حاجی. پس آف اگزال یعنی یکی از نکات مثبتش یا حالا منفیش اینه که بازی به شدت یادگیریش سخته، اصلا آسون نیست، اصلا آسون نیست. شمایی که ورد آف وارکرافت بازی میکنی، که ام ام او بازی میکنی، شما شاید بتونیم بازی رو یاد بگیری. 36 تا کلاس مختلف، اصلا 240 تا اکتیو لول پسیو، 700 تا اکیوپمنت تایپ، 700 تا لباس و آرمور چیزای مختلف، 6% کیو پی چی شد. مودهای 6 نفره داره مثل دانجر اینجور چیزا، اما ماچ مود و خیلی چیزهایی دیگه. This world will be reborn, no matter the cost. این از تریلر پس آف اگزایل 2. اوکی تو رو جد آرتاس، ویدیو رو لایکش کن بچه. یه سری اطلاعات از پس آف اگزایل 2 به دست ما رسیده، هنوز اطلاعات کامل به دست ما نرسیده. یعنی این اگزایل کاینی که برگزار شده نصف دیگهش فردا شب قرار اتفاق بیفته. اگه این ویدیو خوب بازدید بگیره، خوب استقبال کنید، من فردا شب ادامه این اگزایل کاینم براتون پوشش میدم. آقا این پس آف اگزایل 2 چیه؟ چه چیزایی در موردش بهمون گفتن؟ یکی این که بچه هر موقع پس آف اگزایل 2 بیاد شما میتونید برید از توش کلی پول در بیارید، شک نکنید، چون یه گیم جدیده. از پس آف اگزایل 1ش که همین الان کلی پول میشه به دست آورد. حالا فرض کن یه گیم جدید اضافه کردن و 100% ازش خیلی پول میشه به دست آورد. و تا جایی که من فهمیدم تو پس آف اگزایل 2 ما سیستم گولد داریم، یعنی یه کارنسی ثابت به نام گولد اضافه کردن، شما همون گولد رو میتونی خرید فروش کنید. تو پس آف اگزایل 1 خوده خرید فروش آیتم گونگ بود، چون یه کارنسی ثابت نبود. تو پس آف اگزایل 2 اینو فیکسش کردن، یه کارنسی ثابت بهش اضافه کردن و گیم پس آف اگزایل 2 طبق گفته سازنده های خود بازی کاملا از پس آف اگزایل 1 جداست. یعنی کلا دو تا گیم جداست، مثل ورد آف وارکرافت کلاسیک و ریتیل داریم که کاملا از هم جداست، این هم دو تا گیم کاملا جداست. یعنی پس آف اگزایل 1 همینجوری به روند خوش ادامه میده، لیگ های جدید و اکسپنشن ها جدید همینجوری براش میاد. پس آف اگزایل 2 هم برای خودش روندش ادامه پیدا میکنه و لیگ ها جدید براش میاد و اکسپنشن ها جدید براش میاد. پس دو تا گیم جداست کاملا. نکته بعدی که قرار بگیم، آیتم های شما بین این دو تا گیم شیره. یعنی اگه شما آیتمی تو پس آف اگزایل 1 داشته باشی، همون آیتمو تو پس آف اگزایل 2 هم بهتون میده. حالا به غیر از یک سری از آیتم های خاص که شیر نمیشه، 90% آیتم های شما که رو هیروتون داری از شاپ خریده تو بازی به دست آوردی بین دو تا پس آف اگزایل 1 و 2 شیره، که این نکته خیلی مثبتیه. یه نکته دیگه هم که سازنده های بازی بهش اشاره کردن اینه که آقا ما لیگ ها یا اکسپنشن های پس آف اگزایل رو جوری طراحی کردیم، زمان بندی شو که لیگ پس آف اگزایل 1 که داره میاد، لیگ پس آف اگزایل 2 هم همون موقع نمیاد. یعنی چجوریه؟ لیگ پس آف اگزایل 1 میاد،
بازی دوپ میشه، هایپ میشه، اکسپنشن جدید پس از فلزال یک میاد، از اکسپنشن جدید، از لیگ جدیدش میگذره، بازی سقوط میکنه و وقتی به اواخر لیگ پس آف اگزایل یک میرسیم، لیگ پس آف اگزایل دو میاد. یعنی یه جورایی همیشه یه لیگ جدید هست، اواخر لیگ پس آف اگزایل دو پس آف اگزایل یک میاد، اواخر لیگ پس آف اگزایل یک پس آف اگزایل دو میاد. یعنی زمانبندی لیگ دادنشون یا همون اکسپنشن دادنشون جوریه که بازی هیچ وقت نمیره و فقط پلیرها از پس آف اگزایل یک برن پس آف اگزایل دو، از پس آف اگزایل دو بیان پس آف اگزایل یک. این نکته مثبتی واسه شمایی که از بازی میخوای پول در بیاری ما هست، چون اوایل لیگ، اوایل اکسپنشن پول خیلی زیادی میشه به دست آورد، ولی اواخر لیگ هرچی به آخرای لیگ نزدیک میشیم پول کمتری میشه به دست آورد. پس اینجوری شما میتونید خیلی راحت سویچ کنید بین پس آف اگزایل و پس آف اگزایل دو، فقط تایمی که دوپه برید بازی کنید و کلی پول به دست بیارید. آیتماتون هم که بین جفت شیری دیگه راحت میتونید بازی کنید، جفتش هم مجانیه. هولی فاکین شت، گیم به این گادی، به این خفنی کاملا مجانی. دیگه چی میخواید؟ خداییش دیگه چی میخواید؟ حالا این همه صحبت کردیم آقا پس آف اگزایل دو اصلا کی قراره بیاد؟ جوری که خودشون بهمون گفتن 7 جون 2024 قراره بیاد که مصادف میشه با 18 خرداد 1403، یعنی حدودا 9 ماه دیگه 10 ماه دیگه. واسه اون موقع نسخه بتاش میاد بچه. خوب ولی بچه از همین الان میتونید منتظر این بازی باشید. اون موقع که این بازی عرضه میشه من 100% در موردش واسه تون ویدیو میذارم، روش های کسب درآمدش رو میذارم، چون بازی جدیده و حدودا 1 سال دیگه قرار ارزشه. توی تایم ارزش مطمئن باشید که میتونه بهتر کنه. گیم پلیش که واقعا خفن، یعنی اگه بحث کسب درآمدش رو بذاریم کنار، یه گیم پلی خیلی خفن داره و هر کی که میبینه دموهای بازی، تریلر بازی رو، واقعا هوس میکنه که بره یه دست بازی کنه. حالا بغیر از اینا شد الان بخواید بگید با فورتین که کوتا 1 سال دیگه که پس آف اگزایل دو بیاد، الان به اون معرفی کردن، سال بعد میخوام به اون ارائه بدن، تا اون موقع چی کار میتونیم بکنیم؟ خب بچه ها واسه اونم یه راه حل داریم. چه راه حلی؟ پس آف اگزایل یک که همین الان هست، 2-3 هفته دیگه قرار لیگ جدید یا اکسپنشن جدیدش بیاد که در مورد اونم تو اگزایل کان دیشب بهمون سری توضیحات دادن. ویدیو لایک کن. خب بچه بریم تریلر لیگ جدید یا اکسپنشن جدید پس آف اگزایل یک که 2-3 هفته دیگه میاد و با هم ببینیم. Souls such as yours do not go quietly into the night. They thirst for battle. They yearn to prove themselves. Welcome. تم بازی هالز آف دی دید بچه ها، مثل اینکه جهنمه یا برزخه بعد از مرگتون، یه چیز توی مایه هست. Earn your place among us. جایگاهتون رو بین ما باید پیدا کنید. خداییش موزیکاش حرف نداره، یعنی موزیکاش نگم، اگه متال هد و راکت هستید که باید عشق کنید با موزیکای این بازی. خدا وکیلی test your metal against the greatest warriors who ever lived. مثل اینکه پی وی پی خیلی سنگینی داره این بازی. گاری تو داره میده prove yourself in the trial of the ancestor. The trial of the ancestors اسم لیگ جدید پس آف اگزایلی که 7 هفته دیگه داره میاد بچه ها. خودتون رو براش آماده کنید، به این درگیرید ازش، بازی کنید، لذت ببرید از گیم پلی. بازی خیلی خفنه، فقط جا داره که تکرار کنم آقا این بازی خیلی سختیه، فکر نکنی هلو برو تو گلو، خیلی بازی سختیه و خیلی هم بازی لذت بخشیه. آهنگ بازی رو با روان آدم بازی میکنه. اولی فاکینگ شیت. آرزوم اینه که واجی تایم خالی زیاد داشتم، میشستم یه لیگ پس آف اگزایل 0 تا 100 بازی میکردم، اون سویتر با این بازی آشنا شدم اون موقع که وقت خیلی زیاد داشتم. حالا شاید رو استریم بریم، رو استریم بچه قراره به زودی بریم رو استریم، احتمالا رو استریم بچه پس آف اگزایل یه جدیدش رو بازی کنیم، ببینیم چه واکنشی داریم.
خداییش تم بازی تم خیلی خفنی. بچه 18 آگوست 2023 که چیزی نمونده بهش برسه، پس آف اگزایل لیگ جدیدش داره میاد. خب پس بچه دوتا نکته رو میتونم بهتون بگم. یک، سه هفته دیگه لیگ جدید پس آف اگزایل 1 میاد که میتونید بید ازش بتره کنید و پول در بیارید. دو، سال بعد که پس آف اگزایل 2 میاد 100% براتون ویدیوهای بیشتری میذارم. در این حد بدونید که بچه پس آف اگزایل 2 که داره میاد یه بازی کاملا جدا از پس آف اگزایل 1 که گرافیکش 100% آپگرید شده، کلی کلاس جدید به بازی اضافه شده، کلی ابیلیتی جدید به بازی اضافه شده، کلی باس فایت جدید به بازی اضافه شده، کلی مپ جدید به بازی اضافه شده و کلا اومدن یه لول پس آف اگزایل 1 رو آپگرید کردن، دارن پس آف اگزایل 2 که هر موقع بیاد شک نکنید، چه از نظر کسب درآمدی، چه از نظر گیم پلی، از همه نظر میترکونه. و اگه پیشنهاد منو میخواید از همین الان که لیگ بعدی نیومده پاشید برید پس آف اگزایل بازی کنید، یاد بگیرید، لیگ بعدی که اومد برید تو بازی پول در بیارید، بازی کنید، اشغال کنید، حالشو ببرید. حالا شاید الان براتون خیلی سوال پیش اومده باشه که 14 که ما باید چیکار کنیم؟ کسب و درآمد از این بازی چجوریه؟ کلی سوال تو ذهنته. من قبلا یه ویدیو در مورد این موضوع گرفتم. سعی میکنم بچه ها لینک اون ویدیو رو اینجا بذارم. حتما برید اون ویدیو رو ببینید تا بیشتر در مورد کسب و درآمد این بازی اطلاع جمع کنید. اگه از این ویدیو هم خوب استقبال کنید، من فردا هم ادامه داستان همین اگزایل کان رو براتون پوشش میدم و میگم چه اتفاقاتی توش افتاد. فعلا خدا نگهدار.